در این اواخر حملات مخالفین بر تأسیسات نظامی افغان و نیروهای خارجی با استفاده از یونیفرم نظامی افزایش یافته است. این بازار که در شهر کهنه کابل موقعیت دارد، در پهلوی اینکه یونیفرم نظامی در آن دوخته می شود، به فروش نیز می رسد. گلنظر که به حیث سرباز در ولایت فرا ایفای وظیفه می نماید، برای تهیه یونیفرم به این بازار آمده است. دمی گفته لچه بودی خیات بندی دلتا، ز خپل دزان پس هیز بندی، مخپل من قدندام خود را به این خیات سپردم و می خواهم که یونیفرم خود را بدوزم. این یک بازار شخصی است و درشی که به ما داده می شود برای ترمیم به اینجا می آوریم. این بازار گاه ناگاه از سوی مسئولین امنیتی کنترل می شود و بعضی وقت مسدود می گردد، مگر دکانداران می گویند که از مدت زیادی وزارت دفاع با آنان ارتباط کاری دارند. نمی لحظه ضروریت وزارت دفاع که بر خاطر رسم گذشته جشن دارن 8 ثور جشن میگیرن، سرما کمربند سفید، گیتس سفید، کلاهی پیکدار، چیزای جشنی را ما جور میکنیم. این ضرورت خودشان است. در عین حال نیروهای خارجی در افغانستان نیز از این مسئله نگران هستند که یونیفرم نظامی در بازارها به فروش میرسد و مخالفین میتوانند که آن را به دست بیاورند. جوزف بلاس سخنگوی نیروهای ایساف در یک نشست خبری گفته است که باید جلوی همچو بازارها گرفته شود. باید متیقین شویم که هیچ کس نمیتواند یونیفرم های نظامی را در بازارهای محلی خریداری نماید. با گفته افسران ازبق اردوی افغانستان، قبل از این یونیفرم نظامی در اماراتخانه های نظامی تهیه می گردید و ضرورت این پیدا نمی شد که افسران به بازارها مراجعه نمایند. لوی پاسوال ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل می گوید که برای جلوگیری استفاده از یونیفرم نظامی تدابیر جدی را اتخاذ نمودند. یونیفرم نظامی از بخش های پلیس ملی، اردوی ملی و ایساف قوات های ائتلاف واقعا در گذشته ها در شهر کابل در بعضی از دکان ها به شکل اختصاصی فروخته می شد. بنابرای یک سلسله ملحوظات و ملاحظاتی که در این اواخر پیدا شد، پلیس کابل تصمیم گرفت که فروش همچو لباس های نظامی را باید ما به شکل جدی و قاطیش جلوگیری کنیم. با گفته شماری از شهریان کابل، قبل از این انضباط شهری وجود داشت و جلوی کسانی را می گرفت که از یونیفرم نظامی به شکل ناقانون استفاده می کردند. یک نفر در مارکت داخل میشه باید چک شو و کارت شو ببینه، امنیت هم باشه، پلیس هم باشه، دگان باشه. اگر می خواهی بود خود تبدیل کنه در این مارکت بره و می تانه حکومت از بیشه برش چک کنه. کمی آدم بود می خواهد از کدام درازه مدره؟ همی آدم دریشین می خواهد از کدام درازه میره مدره؟ آیا به پیگیریشان برشان بر مفاید برشان؟ از سوی دیگر احمد جاوید باشنده شهر کابل می گوید اگر مخالفین می توانند که یونیفرم را از بازار به دست بیاورند، پس مواد انفجاری و اسلحه را از کجا می کنند؟ یک نفر نمی داند که از یونیفرم تنها استفاده کنه، یک سلاح می داشته باشه، اقلا یک مایگر می داشته باشه، یک یونیفرم درست است از این بازار تهیه کرد، این سلاحش از کجا کرد؟ این کارت که برش از امو به اصطلاح از دروازه کارت هویت از کجا کرد و این چی رقم استفاده میشه؟ این کارت های کامپیوتری چی رقم چاپ میشه؟ در کجا چاپ میشه؟ جلوش باید دولت بگیره و تنها این بازار نیست که بازار باشه. مسئولین امنیتی میگویند پلان های وسیع روی دست گرفتن که جلوی استفاده از یونیفرم نظامی را بگیرند. اینکه چه وقت به این هدف نایل خواهند آمد با گذشت زمان معلوم خواهد شد. وحید الله فیضی سپهری، تلویزیون آشنا، کابل.